جنگ گرگ ها میان باند خامنه ای و رفسنجانی بر سر خوردن زهر اتمی توسط ولی فقیه ارتجا. باند خامنه ای: اعتدال گردن کج کردن و کوتاه آمدن نیست. راه کار اعتدالی به نتیجه نمی رسد. روزنامه لبنانی از سفیر: بلتمن معاون آمریکایی دبیر کل ملل متحد پیام های خاص خود را به تهران داده است. همزمانی سفر سلطان عمان و معاون آمریکایی دبیرکل ملل متحد به تهران، جنگ گرگ‌ها را میان باند خامنه‌ای و باند رفسنجانی تشدید کرده است. مقامات رژیم تلاش می‌کنند بر این واقعیت سرپوش بگذارند. به گزارش کیهان آخوندی، وزیر امور خارجه جدید رژیم مدعی شده که ارتباط خاصی در همزمانی این دو سفر وجود نداشته است. ارگان ولی فقیه ارتجاع به نقل از وزیر خارجه رژیم نوشت: محمد جواد ظریف در مراسم بدرقه پادشاه عمان گفت آمریکا از موضوعاتی است که دوستان ما که به ایران سفر می کنند در مورد آن صحبت می کنند. آنها بعضن صحبت هایی با مقامات آمریکایی داشتند. مواضع ما کاملا روشن است و به صراحت توسط رئیس جمهور و رهبری مطرح شده است. کیهان آخوندی اضافه کرد: در همین حال روزنامه لبنانی از سفیر خاطر نشان کرد در این دیدار فلتمن البته تنها از منظر بین المللی به مسائل نگاه نکرده و سعی کرده پیام‌های خاص خود را نیز به تهران بدهد. از سوی دیگر پاسدار صفار هرندی از باند خامنه ای به آخوند روحانی هشدار داد و گفت همچنان که رهبر گفتند رئیس جمهور واژه اعتدال را معنا و تفسیر کند تا خدایا ناکرده این کلمه نیز به سرنوشت پر ابهام اصلاحات دچار نشود، زیرا اعتدال گردن کج کردن و کوتاه آمدن مقابل مستکبران نیست. باید بدانیم اگر ریشه ها خراب شوند و پویایی و نشاط خود را از دست بدهند انقلاب تهی می شود. همزمان کوچک زاده نماینده رژیم در مجلس ارتجاع از باند خامنه ای آب پاکی را روی دست رئیس جمهور رژیم ریخت و گفت اعتدال جواب نمی دهد. راه کار اعتدالی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به نتیجه نمی رسد.